در دوراهی حضور یا خروج نیروهای آمریکایی. بعضی میخواهند بیرونشان کنند، بعضی میخواهند نگهشان دارند. بار تحریم‌های آمریکا بر دوش کولبران، بسته شدن گذرگاه‌های قانونی مرزنشینان بیشتری را به قاچاق کالا کشانده است. و 40 سال بعد از پیروزی انقلاب ایران، خاطره فرانسوی‌ها از مهمان نوفل و شاتو. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. یکی از اصلی ترین بهانه های آمریکا برای فشار بر ایران فعالیت های ایران در کشورهای منطقه است. دونالد ترامپ اخیراً گفت می‌خواهد پایگاه‌های آمریکا در عراق را حفظ کند تا مراقب ایران باشد. از آن طرف گروهی از نمایندگان مجلس عراق تهدید کردند که اگر آمریکایی‌ها نروند، قانونی برای خروج آنها تصویب می‌کنند. اما آنطور که خبرنگار ما نفیسه کوهنورد در گزارشش می‌گوید، نه اخراج نیروهای آمریکا از عراق آسان است و نه ماندنشان بی دردسر. همراه کاروان ارتش آمریکا راهی پایگاهشان در نزدیکی مرز سوریه ایم. این منطقه حدود 1 سال قبل از داعش پس گرفته شده و حالا آمریکایی ها در 3 پایگاه در اطراف آن مستقرند. ما سال پیش هم با گروهی دیگر از نیروهای آمریکایی به این پایگاه آمده بودیم که بر ویرانه های مانده از جنگ با داعش در ایستگاه قدیمی قطار قائم برپا شده. به نظر می رسد در مناطق حساس و کلیدی عراق، آمریکایی ها در حال گسترش یا دست کم پایدارتر کردن قرارگاه هایشان هستند. دفعه قبل که اینجا اومده بودیم، این محل مرکز عملیات مشترک نیروهای عراقی و نیروهای ائتلاف بود. اما حالا بر بالای اون پرچم آمریکا افراشته شده. اینجا حالا مقر نیروهای آمریکایی در منطقه بسیار استراتژیک مرز عراق و سوریه است. آسمان عراق هم به ندرت از هلیکوپترهای نظامی آمریکایی خالی می شود. نشانه ای از میزان حمل و نقل نیرو و تجهیزات به پایگاه هایی که در آن مستقرند، از شمال تا جنوب عراق، از جمله منطقه سبز بغداد، فرودگاه تاجی، عین الاسد انبار، فرودگاه قیاره، کرکوک، فرودگاه اربیل و موسه. موضوع حضور نظامی آمریکا در عراق اما این روزها بحث برانگیز شده. بعد از آنکه دونالد ترامپ گفت می‌خواهد از آنها برای زیر نظر گرفتن ایران استفاده کند. از سخنگوی آمریکایی نیروهای ائتلاف می‌پرسم آیا با پایان جنگ با داعش مأموریتشان تغییر می‌کند؟ به عنوان سخنگوی ائتلاف نمیتونم خیلی وارد جزئیات ماهیت حضور نیروهای آمریکایی در عراق بشم. ما برای نهایی کردن شکست داعش اینجاییم و تا وقتی که دعوت دولت عراق پا بر جا باشد اینجا خواهیم ماند و کمک خواهیم کرد تا داعش یا گروه‌های تندروی دیگر دوباره سر بر نیارند. یعنی فعلا دستوری برای زیر نظر گرفتن ایران ندارید؟ نه، مأموریت ما شکست دادن داعش به طور کامله و همونطور که گفتم به دعوت دولت عراق اینجاییم و امیدواریم بتونیم رابطه پایدار داشته باشیم. به گفته پنتاگون، آمریکایی ها تا امروز تقریبا 200,000 سرباز عراقی را آموزش داده اند با صرف هزینه حدود 2.5 میلیارد دلار. حمایتی که ارتش عراق میگوید همچنان به آن نیاز دارد. درسته که ایران در ابتدای جنگ با داعش به ما کمک کرد و اسلحه فرستاد، اما الان ما همراه با ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا هستیم و همکاری های اطلاعاتی، نظامی و آموزشی داریم. برای همین معتقدم برای تشکیل یک نیروی مسلح قوی عراقی که بتونه امنیت خاک عراق و مردم عراق رو تامین کنه به حضور ائتلاف نیاز داریم. على حماية الأراضي العراقية وحماية الشعب العراقي. اما برای بعضی از عراقی‌ها شاید این دلایل متقاعد کننده نباشد.
به شهرک صدر بغداد آمده ایم که ساکنانش سابقه ای طولانی در مخالفت با حضور نظامی آمریکا دارند. این محله خاستگاه و پایگاه جیش المهدی یا ارتش مهدی به رهبری مقتدی صدر بود که بعد از سقوط صدام سالها با آمریکایی‌ها جنگیدند، کشتن و کشته شدند. حالا یک بار دیگه بخشی از صداهای مخالفت با حضور نیروهای آمریکایی در عراق از همینجا شنیده میشه. اگر سید مقتدی فرمان حمله بده، ما انشالله هم از نظر تعداد و هم تسلیحات قادر و حاضریم که با آمریکایی‌ها بجنگیم. منم می جنگم، همونطور که پدرم در سال 2003 باشون جنگید. این نماینده مجلس از ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر هم میگوید به زودی طرح اخراج نیروهای آمریکایی از عراق را مطرح خواهند کرد. بعد زیارت ترامپ المفاجئه الى العراق دون علم الحكومه. بعد از سفر ترامپ به عراق بدون اطلاع دولت و رفتنش به پایگاه عین الاسد و حرفش درباره این که میخواد از پایگاه ها برای نظارت بر ایران استفاده کنه، ما میخواهیم این پیام رو بدیم که عراق مقر هیچ ارتشی که همسایه هامون رو تهدید کنه نمیشه. آمریکا قبلا میگفت اینجا فقط مشاور نظامی داره، اما الان میگه که پایگاه داره و این توهین به مردم عراقه. برای همین خواهان اخراجشون هستیم. موضع پارلمان روشنه و در این باره کوتاه نمیاد. در مناطقی مثل مرز سوریه اما عملا خیلی وقت است که آمریکا و ایران چشم بر هم دارند. اینجا بوکمال است که برای پس گرفتنش از داعش یک طرف فرات ائتلاف به رهبری آمریکا می‌جنگید و طرف دیگر نیروهایی با پشتیبانی ایران. حالا در سمت سوریه مرز قائم ارتش سوریه و متحدانش مستقر شدند. منطقه پشت سر من خیلی پیچیده است. سمت راست من ارتش سوریه، حزب الله لبنان و نیروهای تحت حمایت ایران هستند و سمت چپ نیروهای دموکراتیک سوریه با پشتیبانی آمریکا که نزدیکیشون هم نیروهای داعش حضور دارند. نیروهای آمریکایی در بیشتر مسیرها برای رسیدن به پایگاه‌هایشان در عراق هم باید از ایست بازرسی‌هایی بگذرند که در کنترل نیروهای هشت شعبی است. There is absolutely tension between coalition forces. قطعاً بین نیروهای ائتلاف و بخش از نیروهای هشت شعبی تنش هست. اختلاف در دیدگاه‌های سیاسی و ایدئولوژیک دلیل اصلی این تنشه. برای جلوگیری از سوء تفاهم مهمه که ارتباط خوبی بین نیروها در میدان باشه، اما ما با نیروهای هشت ارتباط مستقیم نداریم که این برای من مایه نگرانیه. So that there's no misunderstanding. The fact that we do not ولی برای کم کردن تنش تکیه ما به ارتش عراق که با هر دو طرف ارتباط داره و به هر حال آسون نیست. گرچه تا به حال برخورد جدی بین ارتش آمریکا و ایران و نیروهای تحت حمایتش در عراق رخ نداده، گهگاه تنش بالا رفته. مثل موقعی که ایران این موشک ها را به نزدیکی بوکمال شلیک کرد. برای زدن مقرهای داعش در سوریه. It was a dangerous act. It was an unhelpful act. اون یک عمل خطرناک بود که کمکی به وضع نمی‌کرد. ما هیچ اطلاعاتی درباره شلیک این موشک‌ها نداشتیم. گرچه هشدار گرفتیم که اتفاقی ممکنه بیفته، اما نمی‌دونستیم که اون شلیک موشک از بالای سر عراقه. Over Iraq. But we were not being deliberately targeted. هرچند اما ما هدف موشک‌ها نبودیم، اما اگر هدف بشیم یا شناسایی کنیم این موشک‌ها از کجا میان، قطعا توان این رو داریم که از خودمون دفاع کنیم. از نگاه فرماندهان هشت شبی آمریکا دشمن است. این فرمانده هشت به من عکس پایگاه ویران شدهشان در مرز سوریه را نشان می‌دهد و می‌گوید آمریکایی‌ها آن را بمباران کرده‌اند. اتهامی که ائتلاف آن را رد کرده. نقش آمریکایی‌ها همیشه منفی بوده. اونا مقرهای هشت شعبی و گاه حتی ارتش عراق رو بمباران کردند. شهدای زیادی هم دادیم.
همیشه هم تکذیب میکنن یا میگن اشتباهی زدیم، اما ما مدرک داریم که کار خودشونه. اونا میخوان محور مقاومت و هشت شعبی رو از بین ببرن و برای همینه که ما میخوایم اونا برن. المقاومه والجيش العراقي والحشد الشعبي. خب اگر نیروهای آمریکایی قبول نکنن که از عراق خارج بشن، اون وقت جواب شما چی خواهد بود؟ وجود نیروهای آمریکایی در عراق هم قابل قبول نیست. انشالله اخراجشون از طریق دیپلماتیک اتفاق بیفته و رأی پارلمان هم داده بشه. راههایی هست که اونها رو بیرون کنیم، همانطور که قبلا بیرونشون کردیم. امروز آمریکایی ها به لطف خدا در خاورمیانه شکست خوردن. کم کردن نفوذ ایران در منطقه مدت هاست ورد زبان مقامات آمریکایی است که در عراق هم طرفدارانی دارد. اما بعضی نگرانند در این میان باز عراقی ها قربانی شوند. مردم عراق با مصیبت‌های زیادی به خاطر مداخله خارجی مواجه شدند. داعش و امثالش هم بعد از اشغال عراق در سال 2003 به وجود اومدن که نتیجه دخالت خارجی‌ها و تضاد منافعشون بود. نگرانیم یه بار دیگه با این وضع مواجه شیم. معتقدیم اگر دخالت ایران یا ترکیه و روسیه یا هر کشور دیگه بر اساس مصالح خودشون در خاک عراق ادامه پیدا کنه، داعش میمونه. برای همین میخوایم آمریکایی‌ها بمونن، اما در چارچوب امنیتی که سرش توافق شده و برای جلوگیری از قدرت گرفتن داعش. ما جاءت من اجله بموجب اتفاقیه الامنیه و تخلص المنطقه من داعش. سربازان آمریکایی برای جنگ با داعش به عراق آمدند. ماموریت نظارت بر ایران اما شاید نه آنقدر ها ممکن باشد نه بی درد سر. مقامات آمریکایی می‌گفتند نیروهایشان در سوریه هم آنقدر خواهند ماند تا ایران برود. حالا قرار است این کشور را ترک کنند. به نظر تا تصمیمی دیگر از سوی کاخ سفید، آینده نیروهای آمریکایی در عراق هم همانطور معلق و مبهم خواهد ماند. نفیسه کوهنورد، BBC، مرز عراق و سوریه. چند ماه پیش وزارت کشور ایران معابر قانونی را به روی کولبران در مرز عراق بست. BBC فارسی به تصاویری اختصاصی از مرز کردستان عراق با ایران دست یافته که نشان می‌دهد بعد از بازگشت تحریم‌ها افراد بیشتری خطر حمله کالا را از گردنه‌های پرخطر به جان خریدند. جزئیات بیشتر از جیار گل. تحریم های آمریکا علیه ایران به گرانی، تورم و بیکاری دامن زده. اما در این میون این شهروندان کم درآمد هستند که بیشترین فشارها رو متحمل میشن. مناطق کردنشین مرزی ایران یکی از توسعه نیافته ترین نقاط این کشوره. روزانه صدها کولبر از راه های قاچاق از مرزها میگذرن. برای لقمه نان با مرگ دست و پنجه نرم میکنن. چند دفعه مردم کشته شدن، از رگای قاچاقی میرن میکشن، بی پا میشن، سرما میبره. خیلی سنگینه، یعنی شاید بگم نمیتونم حتی یک قدم بردارم. دو سال پیش پس از پخش این گزارش بی بی سی از وضعیت کولبران، موجی در جامعه سیاسی و رسانه‌های ایران به راه افتاد. مقامات ایرانی قول دادن به کولبران اجازه استفاده از وسایل نقلیه بدن، اونا رو بیمه کنن و دلالان رو در مرزها از بین ببرن. اما دو سال بعد نه تنها این قولها محقق نشد، بلکه چند ماه پیش وزارت کشور معابر قانونی رو هم روی این کولبران بست و گفت مأموران با قاچاقچیان برخورد جدی خواهند کرد. اما سوال اینجاست، با افزایش خطرات چرا هر روز بر تعداد کولبران افزوده میشه؟ راه قاچاق به سوی نقطه صفر مرزی بین کردستان عراق و ایران، راهی طولانی، خطرناک و صعب العبور. هزاران کولبر ایرانی پیر و جوان در دسته های کوچک و بزرگ روزانه از این کوهستان ها به این طرف مرز در عراق می آیند. قیمت یه روب گوجه فرنگی ساده 4000 تومان بود. بعد تحریم ها 17000 تومان شده. قیمت ها روز به روز بالا میرن. اگه این کارو نکنیم زن ها و بچه همون باید تن فروشی کنن. از مقامات دولتی درباره گرونی میپرسی؟ جوابی ندارن.
تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران در این نقاط مرزی بیشتر حس می‌شود. تعداد معدودی کارخانه در شهرهای مرزی ایران بوده. بسیاری از این مراکز تولیدی بر اثر تحریم‌ها و نبود مواد اولیه تعطیل شدند. این یعنی بیکاری افراد بیشتر. به خدا تحریم ها تأثیری بر حکومت نداره، فقط بر زندگی مردم فقیر اثر داره. دولت بیخیاله. مرغ کیلویی 17000 تومانه، یه مرغ 50000 تومان میشه، یک کیلو گوشت 80000 تومانه. با حمله این بار به ایران 80000 تومان برام نمیمونه. دو روز باید کار کنم تا یک کیلو گوشت بخرم. بسیاری از این کولبران از شهرهای دورافتاده به اینجا آمدن. احمد 45 ساله و 4 فرزند دارد. او میگوید به همراه 40 نفر از یکی روستاهای اطراف سنندج با اتوبوس به مرز آمدند. یکی از کولبرای ما از اون صخره افتاد پایین، با تناب کشیدم بالا. اینم وضعیت جسمی منه. یه طرفم ناقصه. همسرم بیماری روانی داره و نیاز به دارو. باید از بازار آزاد براش بخرم. اگه اینجا نیام از گرسنگی میمیریم. نون برای خوردن نخواهیم داشت. عمر 55 سال است و پدر 5 فرزند دانشجو. او میگوید به اینجا آمده تا خرج دانشگاه فرزندانش را تأمین کند. از ساعت 4 صبح تو راهم. 5 بعد از ظهر به اون طرف مرز میرسم. ممکنه 50000 تومان نصیبم بشه. بچه هم در مدرسه و دانشگاه، لیسانس و فوق لیسانس دارن. این رنج رو تحمل میکنم که اونا آینده بهتری از من داشته باشن. مثل پدرشون بدبخت نباشن. برای مقامات جمهوری اسلامی ایران، کولبران اخلالگران اقتصادی هن. اما برای این کولبران، قاچاق کالا تنها راه امرار معاش آنها و خانواده هایشان است. در یک سال گذشته ده ها کولبر با شلیک مستقیم گلوله نیروهای مرزی ایران، سقوط از مناطق صعب العبور و عبور از میادین مین کشته شدند. ژیورگل، بی بی سی. رابطه فرهنگی ایران و فرانسه به بیش از یک قرن گذشته باز می‌گردد، ولی شاید بتوان گفت که این رابطه بیشتر با روشنفکران ایرانی گره خورده بود تا واقعیت جامعه ایران. مرور مطبوعات فرانسوی در روزهای منتهی به انقلاب گواه از نگاه مثبت روزنامه‌نگاران فرانسوی از وقوع انقلاب دموکراتیک در ایران دارد. اما آنطور که آصفه برات از نوفل شاتو گزارش می‌دهد، این نگاه مثبت چند ماهی بعد از پیروزی انقلاب تغییر کرد. چهره‌ای که فرانسوی‌ها از ایران داشتند. داستان‌های هزار و یک شب که همه شخصیت‌هاش فرانسوی زبان بودند. اینجا خبری از تاریخ، فرهنگ یا واقعیت‌های اجتماعی ایران نیست. فقط رویای لوکس و قدرت که منبع درآمد برای مجله‌های فرانسه بود. زمانی صفحه‌های مجله‌هایی مثل پریمچ پر می‌شد از زرق و برق زندگی شاهنشاهی، اما با زیر سوال رفتن بقای سلطنت در ایران، در فرانسه هم ورق برگشت. اون روزها فیلیپ روشو خبرنگار ویژه شبکه تلویزیونی فرانس دو بود. او متخصص مسائل خاورمیانه است و قبل و بعد از انقلاب هم در ایران کار کرده. مصاحبه‌های خمینی رو خیلی خوب یادمه. خیلی گیج کننده بود. جمله‌هاش خیلی خیلی طولانی بودن. بیشتر کلیگویی بود. زیاد ارائه نمیداد. ولی چیز دیگه‌ای هم که برام خیلی تکان دهنده بود، این بود که خبرنگارای زن اون موقع گله می‌کردن که خمینی هیچ وقت به اونها نگاه نمی‌کنه و زن‌ها رو نادیده می‌گیره. در ضمن اون خیلی کم تو چشای آدما نگاه می‌کرد. عادتش این بود که روشو اونور کنه. ولی خب باز یه جوری شخصیت مرموزی داشت و بعدها که برگشت ایران دیدیم چه ابهتی داشت. برای کشوری سکولار مثل فرانسه که در گذشته جدایی دین از سیاست رو با بهای خون پرداخته بود، چطور قابل باور شد که یک روحانی میتونه دموکراسی برقرار کنه؟
به نظر من جنبه مذهبیش یه موضوع فرعی بود، چون اولویت آزادی زندانیان سیاسی بود، مثل ژان پل سارتر که از زندانیان سیاسی در ایران حمایت میکرد و از همه اونهایی که باهاش عقاید مشترک داشتن استقبال میکرد. بنابراین آیت الله خمینی داخل این چارچوب قرار میگرفت، ولی نه به عنوان یک روحانی. من خودم هم همچین طرفدار روحانیون نیستم، ولی در وجود این مرد چیزی میدیدم که میتونه کمک کنه برای آزاد کردن کشور و برای بهتر کردن وضعیت حقوق بشر در ایران. آمریکا شاهراه از کار بیکار قیام پیروز شده در تهران. تیترهای روزنامه های فرانسه با ناآرامی ها در ایران داغ و داغتر می شدند. پیروزی انقلاب در ایران. مجاریته لپرس اتی پرو ریولوشن. اکثریت مطبوعات فرانسه حامی انقلاب بودند، به خاطر اینکه در غرب مخصوصا در بین روشنفکرها شاه خیلی محبوب نبود. میگفتند که تو ایران سرکوب شدید و فقر زیاد بود. زندانیان سیاسی زیادی داشت، مخصوصا توی زندان اوین. من اون تظاهرات رو که میدیدم شگفت زده میشدم که چطور میلیون ها نفر جونشون رو به خطر میندازن و برای اعتراض به خیابون میان. برای همین چیزا بود که مطبوعات فرانسه این انقلاب و این جنبش آیت الله خمینی رو مثبت میدیدن. اما وقتی که رسید ایران، خب نحوه حکومتش رو دیدیم که خیلی سلطه‌گر و خشن بود. اون بعضیا رو از زندان اوین بیرون آورد، ولی همزمان زندانیای سیاسی دیگری رو وارد اوین کرد. این اتفاقات دیگه وجهه جمهوری اسلامی رو در غرب تخریب کرد. Rabaisser la réputation de la République islamique en Occident après tous ces événements-là. اما بعد از انقلاب سه ماه بیشتر طول نکشید که ذوق و شوق پرید و جاش رو به نگرانی‌ها داد. نگرانی برای حقوق زنان، دگراندیشان، فعالان سیاسی، اقلیت‌های مذهبی. C'est là qu'on a vu que la nature du régime ne correspondait pas forcément à ce qu'on avait imaginé. اینجا بود که دیدیم اصول این رژیم اون چیزی نبود که تصور می‌کردیم، به خاطر اینکه مذهبی‌ها به زور قدرت خودشون رو تحمل کردن. مثلا قبلا زن‌ها می‌تونستن بدون حجاب بگردن یا دامن بپوشن، ولی خیلی سریع دیدیم که حجاب اجباری شد و موضوع حجاب در فرانسه همونجوری که می‌دونین موضوع حساسیه. فوراً فکر کردیم که وای، یک رژیم تاریک اندیش داره شکل می‌گیره. خیلی زود مایوس و ناامید شدیم. گفتیم که آخرش یک رژیم دیکتاتوری دیگه جایگزین رژیم دیکتاتوری شد. فهمیدیم که در تحلیلامون خیلی جاها اشتباه کرده بودیم. در این دهکده که کمتر از 3000 نفر ساکن داره، هر سال تعدادی ایرانی مراسم سالگرد رفتن روح الله خمینی به ایران رو برگزار می کنند و 40 ساله که به مطبوعات فرانسه و مخاطبانش یادآوری میشه که انقلابی که از اون حمایت می کردن و اون رو مردمی و با گرایشات چپ می دونستن، اون چیزی نشد که انتظارشو داشتن. آصفه برات، بی بی سی، نفلوشتو. در حالی که داعش در واپسین سنگرش در سوریه مقاومت می کند، نوع تازه ای از آوارگان هم در سوریه شمارشان بیشتر شده. آوارگان داعشی. خانواده های پیکارجویان داعش که از کشورهای مختلف به سوریه آمده بودند، حالا در این کشور گیر افتادند. گزارش مهرداد فرهمند را از وضعیت این آوارگان ببینیم. اردوگاه هول در کنج شمال شرقی سوریه زیر کنترل نیروهای کرد. 25 تا 30 هزار آواره سوری در این اردوگاه به سر میبرند. اینجا بخش ویژه‌ای جدا شده از بقیه اردوگاه هم دارد، زیر تدابیر امنیتی سخت گیرانه تر. بخش داعشی ها. من برزیلی ام، از آلمان اومدم. من آلمانی ام، پاسپورت آلمانیم با همه. اینها زنانی خارجی اند که برای جهاد نکاح به سوریه آمده بودند. شوهرانشان یا کشته شدند یا زندانند یا هنوز دارند در گوشه‌ای می‌جنگند. خواستیم بذاریمشون کنار آوارهای سوری و عراقی، بلکه با هم خوب بگیرن. ولی اینا شرورن. چادرهای سوریا رو آتیش زدن. بهشون گفتن کافر. میگن فقط ما مسلمونی. مجبور شدیم جداشون کنیم. 500 خانواده اینجایند. حق هیچ تماسی با جهان خارج ندارند. کیمبرلی کانادایی نومسلمانی است که 3.5 سال پیش به سوریه آمده. I came for humanitarian reasons. I actually didn't know a lot about what she would refer to as Daesh.
من به دلایل انسان دوستانه اومدم. درباره سازمانی که بهش میگن داعش زیاد نمیدونستم، ولی اطلاع داشتم که به عنوان یه سازمان بزرگ اسلامی کارهای خیلی خوبی میکنن. البته این منافی کارهای بدی هم که کردن نیست. کشورهایی که این زنان از آنها آمدند، آنها را نمیخواهند. خدیجه که از آلمان آمده نمیداند تا کی باید در اردوگاه بماند. من اشتباه کردم اینجا اومدم. حاضرم پول بدم 20 سال 30 سال برم زندان ولی اینجا نمونم. زندگی تو اینجا بدتر از گوانتانامو روان آدمو داغون میکنه. نگرانی غرب از این است که با بازگشت این زنان داعش را به خانه بیاورند. مسئله اینه که نیت واقعی اینا رو نمیدونیم. به ما همون چیز رو میگن که میخوایم بشنویم. بعضیاشون به ما گفتن داعش بهشون گفته برین خودتون رو تسلیم کنین تا بفرستنتون کشورتون. بعد تجدید قوا کنین تا دوباره شروع کنین. زندانبانان هم به سطوح آمدند. آنها هم نمیخواهند این زنان و کودکان را در این وضعیت در اردوگاه نگه دارند. بارها از دولت‌های غربی خواستند مسئولیتشان را بپذیرند. مهرداد فرهمند، بی بی سی. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.